اینجا چجوری تولید میشن؟ معادلات دیفرانسیلی هم از ODE یا PDE و به طور کلی هر مسئله که اینجا دارید شما، هر مسئله مثل این مسئله، این نکته مهمی برای بچه های سازه خصوصا، هر مسئله که تو سازه دارید دو نوع فرمولیشن داره. یه فرمولیشن دیفرانسیلی که اینه و یه فرمولیشن اینتگرالی. آیا بدین این فرمولیشن اینتگرالی به چی تو سازه مربوط میشه؟ موقعی که شما از کار مجازی استفاده میکنید، موقعی که از وضعیت کاسکیپلیانو استفاده میکنید، موقعی که از انرژی پرینسیپال استفاده میکنید برای تبیین معادله حاکمه، آیا بدین ما میتونیم دیفرنشیال فرمولیشن تبدیل به اینتگرال فرمولیشن کنیم؟ یا زیر این اگر چنانچه خواستیم یک عنوان دیگر بنویسیم چی بنویسیم؟ خوشبختانه اینجا هست که حساب تغییرات وارد معرکه میشه. من نگاه کردم دیروز اولین جلسه حساب تغییرات، ببینم تا الان چند نفر این جلسه رو دیدم. دیدم رکورد سامانه آپارات من با اولین جلسه حساب تغییرات شکسته شده، یعنی از همه ویدیوها تعداد مشاهداتش بیشتر بوده. جلسه اول، تو جلسه اول حساب تغییرات چی گفتیم؟ اولین جلسه حساب تغییرات گفتیم یه سری مسائل هستن که موقعی میخوای شروع بکنی صورتشون رو تبیین بکنی، معادله حاکمن یک کنش من میشه. مثلا دو نقطه داریم، دو نقطه رو ببین آید دبیه بتونیم به هم بس کنیم. کدام یک از این گزینه ها طول این منحنی رو کمی نمیکن؟ یا یک کابلی داریم، به این دو نقطه حاویزش کردیم، شکلی که این کاب به خودش میگیره چند؟ یا اون کلیپی که براتون ارسال کردیم، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه اینجا داریم، به بی‌نهایت طریق میتونیم دوتا نقطه رو هم وصل بکنیم. یه گلوله گوشتیم اینجا، روی یکی از منحنی ها رو باز کردیم، شکل منحنی چه باشد تا زمانی که این گلوله از نقطه شروع برکرد میکنه تا به این نقطه برسه کمی نمیشه. دیدیم این مسائل مستقیماً به معادله میانجامه که مشغول ما، یعنی معادله واقعاً نیست، معادله هم نیست، در واقع کنشمنده که اگر یادتون باشه ما گفتیم شکلش اینجوریه: های از فانکشن ها فی ایکس مساویه با اینتگرال از x1 تا x2 f x فی x و فی پرایم x. حساب تغییراتی که شروع کردیم، خواهش کنم دقت بکنیم، حساب تغییراتی که شروع کردیم با این شروع کردیم، بعد آمدیم شرط لازم برای مانای این رو هم گفتیم. این رابطه معادله نیست، یعنی نمیگیم ما دنبال فی میگردیم که منجر به ارزای این رابطه بشه. اصلا این قلقه یه حرفه که بگیم ما دنبال فی میگردیم که توی معادله صادق باشه. حرفی توی معادله صادقه. چرا؟ چون به جای فی که عدد بذاری، یه تابع بذاری، یه عدد بده. منطقه ما که دنبال اون عدده نیستیم، ما میگیم
این چه پرینجی بذاریم که آی رو یعنی عدد کمینه بشه. حالا سوالی که میخوام امروز مطرح کنم این است که این چجوری به این معنی میشه؟ اصطلاحاً به این میگیم variation of formulation. هر مسئله توی مکانیک محیط‌های پیوسته دو نوع فرمولیشن داره، یا دیفرنشیال فرمولیشن یا ویتد اینتگرال فرمولیشن. آن شرفی گفت چی شد اینجا گفتی وریشنال فرمولیشن، اینجا میگی ویتد اینتگرال فرمولیشن، موضوع چیه؟ می‌نویسمش توضیح میدم باشه. آیا بین weighted integral formulation و variational formulation تفاوتی وجود داره؟ ولی